اگر ازتون بپرسم که استرس های فعلی زندگیتون چیه، چند مثالش رو بزنین، شما چی میگی؟ خیلیتون ممکن بگین مثلا امتحان بزرگ دارم که برم دارش درس میخونم، مشکل مالی دارم، سر کار جای پارک پیدا نمیکنم، هر روز استرس منو میگیره و و و غیره. همه اینها رو به عنوان استرس زندگیتون نام میبرید. ولی سوال من اینه که اصلا خود استرس تعریفش چیه؟ اگه بخواین یه تعریفی از استرس بدید. ببینید، برای استرس تعاریف متعددی توی کتاب‌های آموزشی وجود داره. از جمله این که میگن استرس یک تجربه هیجانی است که با تغییرات بیوشیمیایی، روانشناختی و رفتاری همراه می‌شود. یا میگن استرس فرآیندی است که از تعامل فرد و محیطی که سازگاری فرد را برهم زده و ضرورت سازگاری مجدد را ایجاد می‌کند به وجود می‌آید. اما تعریف ساده تر و خودمونی ترش اینه که استرس یک اضافه باره. ببینید، سیستم برق کشی خونتون رو در نظر بگیرید. یک مقدار ولتاژ رو کششش رو داره، درسته؟ اگه در ساعت پیک مصرف شما مثلا بیا یک وسیله غیر متعارف رو اضافه کنیم به وسایل معمول خونه، مثلا یه دفعه اتوتونم بزنیم به برق در حالی که حالا مثلا تلویزیون و لپتاپ و برق و همه چی روشن هستش، یه دفعه چی میشه؟ فیوز خونتون میپره، چون سیستم کشش ولتاژ اضافه رو نداره. دقیقا استرس هم یه همچین حالتیه. ما توانایی تحمل یک سری بار رو در طول روز داریم. اگه یک اضافه باری بر سیستم ما تحمیل بشه، ما دچار استرس میشیم. معمولا اون رویدادی رو که باعث ایجاد استرس شده در ما میگن رویداد تنش‌زا یا رویداد استرس‌زا، و واکنش ما به اون تنش رو میگن پاسخ استرس یا استرس ریسپانس. پس میبینید که استرس در واقع خیلی خیلی تجربه فردیه، بستگی به درون هر کس داره. برای یه بچه کوچیک اینکه بره توی عروسی و تا ساعت مثلا 1 و همه بیدارن و سر صدای زیاد هست، استرس خیلی خیلی زیادیه. ولی ممکنه برای مثلا مادر همون بچه خیلی هم این تجربه لذت بخش باشه. پس استرس بستگی به بنیه ما، جسه ما، دانش ما و باورهای ما، طرز نگرش ما و خیلی چیزهای دیگه داره که حالا راجع بهش صحبت میکنیم. جالب اینه که یک تجربه یکسان میتونه برای یک نفر کاملاً استرس دا باشه و برای نفر دوم اصلا استرس دا نباشه. در طول زندگی هم شما اینو میبینین، مثلا زنگ میزنن میگن مهمون داره میاد، خانوم خونه از استرس به خودش میپیچه که ای وای چی کار کنم، مهمون دارم، هیچی تو خونه ندارم، فقط چای بیسکویت دارم، ظرفا کثیفه، بدوین بشورین، بچه ها لباساتون رو جمع کنین، و واقعا داره از استرس پرپر میزنه. در صورتی که آقای خونه قشنگ با خیال راحت داره اونور تلویزیون نگاه میکنه، میگه مهمونه دیگه، میان یه چای بیسکویت داریم میخورن دیگه، چه خبره مگه. ببینید یک شرایط یکسانه، یه نفر به شدت دچار استرس شده و دیگری خیلی ریلکسه. مطمئنم شما هم تو زندگیتون از این تجربه ها داشتین. یادتون میاد آیا یک شرایطی که درش واقع شدین و کاملا هم با شرط یکسانی بوده، اما شما خیلی استرس داشتین و فرد دیگه اصلا خیلی هم ریلکس بوده، یا شاید برعکس؟ یکم به این شرایط فکر کنین. مثلا همه ما اون دوستی رو داریم و داشتیم که شبای امتحان کاملا ریلکسه و میشینه تفریحش رو میکنه، تلویزیونش رو میبینه و بعدم روز بعدم نمره خیلی خوبی میگیره. یا شاید خود شما اون فرد باشین. دلم میخواد یکم به این مثال ها فکر کنین. ببین تو زندگیتون چه وقتایی بوده که توی شرط یکسانی واقع شدین با فرد دیگه و واکنش و پاسخ کاملا متفاوتی از ایشون داشتین. در اینجا میخوام یه تمرینی با هم انجام بدیم و ازتون خواهشم اینه که حتما این تمرین رو انجام بدیم. ببینید دوستان، اینجا آموزش مجازیه. من به شما دسترسی ندارم که با هم دیگه گفتگو کنیم. تنها دسترسی که من به شما دارم از طریق همین تمرین هایی که شما انجام میدین. وقتی شما این تمرین رو انجام میدین، بخشی از شما درگیر مطلب میشه، بخشی از ذهن شما، بخشی از وجود شما، برایند کار برای خود شما میره بالا. اگه این تمرین ها رو همجوری صرفاً
من دارم تمرین رو میگم و شما انگار دارید تلویزیون میبینید یا دارید رادیو گوش میدید و ازش رد بشین، اونقدر که باید و شاید بازدهی نخواهد داشت. شما این هزینه رو کردین، این وقت رو هم گذاشتین که بزرگترین سرمایتونه و دارین گوش میدین. خب پس چرا یه قدم جلوتر نرین و تمرین رو هم انجام بدین؟ خواهش میکنم که یه ورق کاغذ بردارین، یه کمی ویدیو رو پاس کنین و یه لیست کامل از تمام استرسورها یا تنشزاهای جاری زندگیتون رو بنویسید و این لیست باید کامل کامل باشه و این استرسها میتونن بزرگ باشن، میتونن کوچیک باشن، میتونن مهم باشن، میتونن حاد باشن، میتونن مزمن باشن، میتونن مراجع به حوزه های مختلف زندگیتون باشن، مثلا سر کار، توی خونه، توی منزل، حتی همسایه هاتون، آلودگی صوتی که مثلا ممکنه توی محلتون وجود داشته باشه. همه استرس هاتون رو بنویسیم، به خاطر اینکه اولین قدم برای مدیریت استرس آگاهی از استرس های زندگی خودمونه. پس خواهش میکنم این ویدیو رو پاس کنین، این تمرین رو انجام بدین و بعد برگردین و با هم راجع بهش حرف میزنیم.